اگه قانون جز نبود چیکار عاشق این سوالم من یعنی این سوالی که بعد از خودمون بپرسیم اینه که درگیر چی هم؟ درگیر حاشیه فلانی هم درگیر فلانی هم مثلا سابکارم حقوقم رو بالاتر ببره به جای اینکه این سوال رو بپرسم اصلا من چرا سابکار دارم درود بیکران به شما عزیزان دل امیدوارم که حال ذهنتون خوب باشه توی این قسمت با یکی از عزیزانی که کارآفرین زندگی پرفراز و نشیبی داشته و الان خیلی موفقه ولی کن که مثل سلبریتی ها و بازیگران نیست و خب بیشتر پشت پرده بوده ولی مملو از تجربه است مهمان ماست و همراه هستیم آقای شهروز مجاور کارآفرین خودساخته ساکن دوبه درود به تو آدم جان درود به تمام بینندگایی که دارن این ویدیو رو میبینن خوشحالم که اینجا هستم در خدمت عزیز دلی آقا شهروز چیکار کرده من که در جریان زندگیت هستم ولی خب کانسپت برنامه اینه که ما در رابطه با موفقیت تجربه هایی که به کار میاد و واقعیه صحبت میکنیم ولی خب یه مختصری از مسیر مهاجرتات ها چیکار کردی کجا زمین خوردی رکورد ورشکسته شدن رو رسم یه تنه داره یعنی این همه آدم زمین میخوره بلند میشه چیزی که من خیلی دوست دارم ازت بشنوم اینه که وقتی که زمین خوردی چطور بلند شدی اینا چیزایی که خیلی دوست داریم بشتم و اینکه مختصری از همه مهاجرت و مسافرتات <applause> آدم جان خیلی جالبه الان اینو گفتی وقتی که خب آدم کوچیکه و تازه داره راه رفتن و یاد میگیره بارها و بارها زمین میخوره ولی اصلا مهم نیست چون بلند میشه و انقدر راه میره تا بتونه اون رو پاش بایس و مثل یه بچه بازی کنه و حالا کارهای دیگه انجام بده زندگی هم همینه من بعد از دو ماه پنجاه سالم میشه و نصف با... این زندگی رو به با... تخته... من و توی این مدت تجربه های زیادی رو توی زندگی دیدم و موقعی که توی ایران بودم خب من یه بیزنس خیلی موفقی داشتم ولی خب به خاطر شرایطی یه پیش اومد و اومدم دوبی و اینجا از اول که اومدم خب شروع کردم یه جا به عنوان یه حالا آدمی که توی یه رستورانی داره کار میکنه و با یه عالم از کارگرا میخوابیدم با 20 تا از کارگر توی یه اتاق بودیم ولی خب از همون روز اول که اومدم اینجا چون اون اشتیاق توی ذهنم بود اون چیزی که دوست داشتم و میخواستم انجام بدم اصلا اینا رو نمیدیدم و تمام برنامه ریزیم و هدف همین بود که بتونم حالا که اینجا هستم از این موقعیت که برام پیش اومده استفاده کنم در صورت کارا جلو رفت و تونستم بعد از سه سال یه برند موفق اینجا بسازم و دوباره یه اتفاقی افتاد که باعث شد من همه چیزا از دست بدم و همونطور که گفتم وقتی که زمین میخوری اوایلش خیلی سخته چون هنوز عادت نکردی هنوز زندگی رو یه جور دیگه میبینی ولی بعد از گذشت سالها اون چیزی که نگاه کردم و دیدم، دیدم تو تمام این مسیر هر اتفاقی که میفته بهت کمک میکنه که بهتر زندگی رو ببینی و قضاوت کردن اون اتفاق همیشه به خاطر که تو اون شرایط قرار میگیری نمیتونی به درست یا غلط بودنش اعتماد کنی چون چیزهایی که شاید خیلی اون زمان اذیت هم میکرد به عنوان کسی که خب یه برند و ساخت اینجا و کلی همه میشناختنش و این اتفاق افتاد برام بیخورده سخت بود ولی بعد از اینکه زمانی سپری شد متوجه که چقدر به من کمک کرد و اتفاق بهتری افتاد و این چیزی بود که توی تجربه ها شاید بگم سه بار من کاملا همه چی از دست دادم و دیگه دفعه سوم وقتی این اتفاق افتاد بیشتر خوشحال شدم چون میدونستم که یه چیز جدیدی هست که من باید دوباره بسازمش و دوباره شروع کردم و تونستم برای خودم خوب اون موفقیت هایی که تو ذهنم بود و براش تلاش کردم این خیلی مهمه که آدم فقط اون که تصویر که تو ذهنش ساخته میشه رو فقط به اون اکتفا نکنه و این باعث شد که اون مسیر مسیری بشه که خودم هم ازش لذت ببرم هم رو تمام این تجربه هایی که به دست اومد بتونم اون چیزی که میخوام بسازم شهر روز به دو تا نکته من توی صحبتات دوست دارم اشاره بکنم یکی اینکه که فداکاری که انجام دادی به خاطر اشتیاقی که داشتی و من این رو خودم هم توی زندگیم تجربه کردم منم نه سال قبل توی ترکیه کارتون خواب شدم رسما سه شب توی پارک خوابیدم و خیلی فداکاری ها کردم خیلی چیزها رو تحمل کردم برای هدفم منتها من این رو متوجه شدم که آدما توی ایران هم یا هر کجای دیگه مسلما سختی ها و مشکلات رو تحمل میکنن ولی خیلی وقتا به نتیجه نمیرسن این اشتیاق رو خیلی ها فکر میکنن که دارن یا واقعا دارن ولی بازم به نتیجه نمیرسن این وسط یک وجه تمایزی باید وجود داشته باشه که من دوست دارم بدونم که چه وجه تمایزی بین شهروز و بقیه کسانی که باش تو همونجا میخوابیدی با اون کارگرها وجود داشت چون منم از یه جایی اومدم که من حمال بودم کارگر ساده من زیر دستش بودم یعنی زیر دست کارگر ساده ساختمانی بودم از اونجا تا اینجا بالاخره منم همکارای ایرانی داشتم تو خارج از کشور کار میکردیم ترکیه و خب من اینجا و اونا ممکنه همچنان همون شغل رو دارن ادامه میدن و چه تمایز شهروز چی بود با اطرافیانش تو اون لحظه که تو اون پوزیشن بود حالا بعدش به سوال دوم هم من فکر <applause> میکنم که آدم جا هر کسی از زاویه زندگی خودش به تمام چیزهایی که براش پیش میاد نگاه خب بعضی موقع شرایط خیلی سخته و نوع نگاهت اگر بالاتر از اون بهونه ها و اون اتفاقاتی که داری تجربه میکنی باشه همیشه چیزی رو فراتر از اون چیزی که هست میبینی بنابراین اونها هم یه تجربه زندگی خودشون دارن ولی اگه بخوام روی خودم برم و تمرکز کنم میبینم که هر دفعه من تمام کارهایی که انجام دادم دوست داشتم که به جایی برسم که به خودم افتخار کنم البته همونطور که میدونی ما تمام هویت شخصیمون یه دک میکشیم با خودمون در از بخوام خیلی راحت توضیح بدم من باعث بانی موفقیتم نه موفقیت منو ساخته من میتونم پولو به دست بیارم پول نمیتونه منو بسازه بنابراین وقتی که در مورد این صحبت میکنیم باید بدونیم که هر کسی توی زندگیش اون چیزهایی که برای خودش تصور کرده چقدر ساعتها نشستم فقط زبان انگلیسی یاد بگیرم پول قرض کردم که بیام اینجا یه زندگی رو درست کنم و نمیخواستم دیگه برگردم به خودم گفتم دیگه بر نمیگردی باید اینجا تلاش تو بکنی فکر کن دیگه تمام چیزها این انتهاش همینه و مهمترین چیز این بود که وقتی که کارامو انجام میدادم احساس میکردم که باید مسیری که برای خودم انتخاب کردم و جلو برم ببینم که چه کارهایی میتونم بکنم بیشتر تو اون زمین اطلاعات پیدا کنم چون دوبی جاییه که رقابت بسیار زیاده آف. خیلی شما برندای معروف دنیا رو اینجا میبینی و تو خود ایرانی ها هم خیلی جا هست ولی اینکه بتونی اونجا بمونی و تلاش کنی و بدونی که چه کاری میخوای انجام بدی یه وجه تمایزی برای خودت قائل شدی بنابراین اون چیزی که اونها میدیدن فقط دوست داشتن که یه پولی رو در بیارن یه حقوقی منبع درآمدی داشته باشن ولی من هدفم این نبود شاید فقط فکر کنم این وجه تمایز ما بود. یعنی تمرکزت جای دیگری بود ولی با اینکه ببین فکر کنم فارسیش میشه این یعنی راحت ترین بیانش میشه این که با اینکه تو یک موقعیتی بودی ولی تمرکزت بالاتر از اون موقعیت یه دیگر دیگه هم میتونیم اینو بگیم ما یا آرزوهای کسی رو میسازیم یا آرزوی خودمون رو میسازیم چون هر کسی که اینجا هست بالاخره یه ایدئالی برای خودش داره بنابراین کسایی که برای اون کار میکنن دارن آرزوهای اون میسازن ولی من هدفم آر... ساختن آرزوهای خودم بود و از اول هم همین کاری کردم با اینکه من رشته تحصیل دانشگاهی مهندسی شیمی صنایع غذایی بود ولی دوست نداشتم جای وایسم که بهم حقوق بدن اصلا نمیتونستم اینو قبول کنم و دوستشم رو پای خودم وایسم ولی چیزی نداشتم بنابراین وقتی که تو تو اون درجه میرسی که بدونی باید آرزوهای خودتو بسازی به نوعی تمام رو تحمل میکنی و برای خود تو همون جایی که هستی برنامزی میکنی ایده میذاری ایده های من باعث شد که اون بیزینس بیاد بالا و ایده بود که تک بود کسی نداشت و من دوست داشتم که این کارو بکنم و بعضی مدتی کاملا همه چیز برعکس شد انگار که نمیدونم کوچیک بودی یا اعتماد توی الان یکی من میگفت چرخ فلکیه چرخ فلکیه بعد آره. میادی میشستیم این طرف تا بخواد اونو بچرخونه خیلی سخت بود ولی وقتی که اون رو دور میافتاد با یه انگشت هم میتونست به دقیقا هدف و کارم همینه اوایلش سخته ولی وقتی رو قلب بیفته خودش میره حالا توی اون مسیح چه چیزایی پیش میاد مهم اینه که تو وقتی نگاهت به اون بیزینست از اون فراتر باشه یاد میگیری توی بیزینس شکست که اسم شما میذاریم یه تجربه است که یاد میگیری که دفعه بعد این کار نکن، دفعه بعد پله بعدی پله بعدی و هر پله هم یه چیز جدیده بنابراین وقتی که با اونها برخورد میکنی نگاهت با اون آدمی که نوع دیگهی به شغلش نگاه میکنه فرق میکنه این تفاوت هاست که اون لحظه ها رو میسازه و یه انسانو به اون هدفی که دوست داره نزدیک میکنه دو تا نکته هست که من اینجا اضافه کنم در راستای صحبت خودت ما یک موضوعی رو داریم به اسم هرم مازلو مازلوی روانشناس خیلی معروفه هرم مازلو میاد آدما رو بر اساس نیازهاشون دستبندی میکنه و خیلی جالبه که خیلی وقتا آدما تو یه موقعیتی هستن مثلا موقعیت طرف کاملا کف هرم مازلوه ولی نیازهاش رو سقف هرم مازلوه آدمایی که نیازهاشون به نسبت موقعیتشون بالاتره ناخواسته توی هرم مازلو توی موقعیت هم بالاتر میرن یعنی چی من خودم و شما رو دارم میبینم بچه مشترکمون اینه که ما جفتمون در یک موقعیتی بودیم که هر دو کارگر ساده بودیم هر دو هیچی نداشتیم هر دو از صفر شروع کردیم ولی هم من هم شما با این که در اون موقعیت بودیم و کارگر ساده بودیم ولی نیازهامون بر اساس برندینگ داشتن یک تجارت یعنی دغدغه‌ی فکریمون اصلا این نبوده که من کرایه خونم رو بدم من چرا اینجا من چرا دارم این کار رو انجام میدم دغدغه‌ی فکریمون کاملا بالاتر از موقعیتمون بوده و ناخواسته فکری شما و نیازهای شما موقعیت شما رو بالاتر میبره و میدونی یعنی سوالی که بعد از خودمون بپرسیم اینه که درگیر چی درگیر هاشیه فلانی هم درگیر فلانی هم مثلا سابکارم حقوقم رو بالاتر ببره به جای اینکه این سوال رو بپرسم اصلا من چرا سابکار دارم میدونی این سوالیه که من بعد از خودم بپرسم و به دنبال پاسخش باشم ولی خب نیازها متفاوته و نیازهای ما مشخص میکنه که ما توی زندگیمون چه موقعیتی داشته باشیم بخش دوم ماجرا که داشتی صحبت میکردی من یه سوال برام پیش اومد این که خب تو یک رستوران کار میکردی چی شد که اولین بیزینس خودت رو راه اندازی کردی مشخصا خب این پول از کجا اومد سوالی که قطعا ازت یعنی تو کامنت ها میدونم اینو میپرسن توی هر بیزینسی حالا توی فیلد رستوران من صحبت میکنم به خاطر اینکه توی چیز شخصی منه وقتی که یک کاری متفاوت باشه مطمئنا آدمایی هستن که از اون استقبال میکنن خودتون میبینید توی یوتیوب خیلی آدم های زیادی صحبت میکنن هر کدوم هم طرفدارای خودشونو دارن بالاخره اون چیزی که ارائه میدی فن خودش هم داره و من تنها چیزی که سعی کردم اونجا یعنی انجام بدم این بود که اسمای ساندویچ هایی که درست میکردم خیلی اسمای فان گذاشتم هر هفته ایده های منحصب فردی میدادم که آدم ها وقتی که میخواستن برن رستوران بگم بریم اونجا و یکی دیگه از چیزهایی که بازم خیلی کمک کرد من کتاب حافظ و حفظم و تمام فالاشم میدونم از شماره یک تا چهار سر اشتر چهار هر کسی می چون میدونستن که من این کار میکنم دوستاشونو میوردن میگفت یه عدد انتخابی ای یه عدد انتخاب کن و وقتی من میخوندم میگفت این چی بود کتاب <applause> <applause> براشون باز میکردم و میگفت یه چیزی رو نگفتی گفتم آره نختش بود سعی کردم تنوع توی کار باش حالا رستوران یه رستوران خیلی کوچیک با چهار تا میز و صندلی بود و سعی کردم موقعی که دارم غذاها درست میکنم حتما یه ابتکاری به خرج حالا توی سوسش توی جای دیگه تک تک جزئیات رو من توجه میکردم و از اون بر یکی از چیزهایی که خیلی مهم بود خودم جای مشتری میذاشتم من اومدم اینجا چه چیزی احتیاج دارم تو همین رستوران کوچیک چه چیزی باید باشه که اون احساس کنه خب بیام اینجا بخ شاید یه پاتوق بشه چرا که نه بنابراین میشستم مینوشتم چون من همیشه علاقه به نوشتنم دارم و وقتی اینها رو بررسی میکردم میومدم انجام میدم و وقتی که مشتری میومد اینو میدید میرفت به یکی دیگه میگفت اون یکی به یکی دیگه میگفت و یهو بعد از ابتکاری ایفتکار ماه... که روی اسم ساندویچ گذاشتیرم بگو که مخاطب ممکنه اگر رستوران دارن یا اگر محصولی دارن از این سبک از ابتکار میتونن استفاده کنن این ساندویچ خب وقتی میزن میکس بود میکس چند چیز مختلف بود مثلا مم. یه میکس داشتم که توش مغز زبون و حالا چیزهای دیگه هم اضافه میکردم اسمش بود هیولا مم. یکی دیگه بود اسمش اسم یه برگر داشتم با سویست بنده ای درست میکردن شد و این خیلی جالب <applause> بود دو تا شم یه یعنی دقیقا میامدن و همین که میگفتن و هر چیزی که تحیم کنم یه اسم میذاشتم مهم نیست که حالا یکی میگه ساندویچ اینه ساندویچ اونه مهم که تو فقط یه تفاوت کوچیک به وجود بیاری همین تفاوت کوچیک باعث شد که بعد از شیش ماه تمام اون میزا هر ساعتی شلوغ بشه و درخواست میکنن که لطفا یه دونه توی مثلا قسمت مارینا هم بزن چون خیلی دوره ما میایم تا اونجا و اون موقع هنوز اونقدر پولی نبود که بخوام برای مارینا برم اجاره کنم ولی گفتم برم ببینم خودم هم تا حالا اونجا بیرون نیمده بودم یعنی قسمت مارینا بیام چون دور بود و اومدم اونجا رفتم همه جا دیدم دم خودتونم میدونی اونم که دبی هستم میدم فوق العاده مارینا و وقتی که من حرکت کردم با اینکه هنوز اون چیزهایی که بعد اون مغازه رو بگیریم هنوز هنوز وجود نداشت ولی همین حرکت باعث شد یهو یه اتفاق بیفته یکی یه پیشنهاد رفتم اونجا دیدم اومدم با یکی صحبت کردم اون کسی که اسپانسر من اونجا بود توی مغازه قبلی چون دید توی عرض 6 ماه این مغازه از یه مغازه آه، آینو نگفتی اسپانسر قضیهش چیه که مغازه قبلی این مغازه قضیه به مغازه اولی رو نگفتی اولی مغازه رو یعنی از کارگری مغازه رو بگو یه رستورانی بود که خب قسمت نزدیک شارجه بود و جای خیلی کوچیکی بود و روز اولی که من وارد شدم خیلی اون احساس خوبی که میخواستم رستوران که نبیه کافه بود و دقیقا منو یاد اون رستوران های میدون شوش مینداخت چون مم. که از دیواره پارپوره میسندری های شگر رو میزان حتی یادگاری یا <applause> و این مغازه داشت ضرر میداد ولی خب موقعی که اونجا بودم اون آقایی که اونجا بودن کبابی که آورد خور یعنی برای من آورد و اون نون که اونجا درست میکردم بسیار خوشمزه بود و از من خواست که بیا برو مارکتینگ کن برو مثلا جای مختلف مثلا بگو ما داریم و من موقعی که حالا داشتم میرفتم چون قبول نکردم مارکتینگ کنم چون بهش گفتم که من نه زبانم خوبه تازه آمدم اینجا مارکتینگ بلد نیستم اگه شما میخواین کارو بکنید باید حتما کسی بیاری که تو این کار تخصص داشته میونه کلام این همون رستورانی بود که تو توش کارگری میکردی همونجا اصلا قبل از اینکه وارد دارم دیگه. میگم چون توی آگهی بود یادم اینجا اومدم دنبال کارهای مختلف میگم که یه جا بتونم این کار رو انجام بدم و پنج روز مونده بود که برگردم به ایران و پولی هم که قرض گرفته تموم شده بود و چون تلفنم گشتم زنگ زدن که برم اونجا رو ببینم بعد دیدم اون رستوران این شکلی و اینا و وقتی از من مارکتینگ خواستن گفتم من انجام نمیتونم بدم چون بعد دادم وقتی یه جا میره خودش صادق باشه نه که من فقط اومدم اینجا به این چشکن یه پولی حالا اینجا در بیارم بعدم ببینم چی میشه هم وقت خودتو میگیری هم وقت اون طرفی که میخواد این کار براش انجام بدی و موقعی که داشتم قضا میخوردم یه سری ایرادات بود نوشتم روی کاغذ و موقعی که اومدم خدا هم گفتم که غذاتون خیلی خوشمزه بود ولی اگه اینا رو انجام بدین خیلی بهتره و وقتی اونو خون گفت چیکار میکردی و من یه توضیح در مورد ایران دادم یه جای کوچی که شاید بگم دو متری داشت که خب اینجا عربا که میان یه جای اختصاصی که میتونن با حالا همسرشون برن اونجا بشینن و گفت بیا اینجا رو بکن این ساندویچی گفتم که وسایلش گفت اونم میری میخریم گفتم ویزا چی رو میدونی ویزا ایرانی خوب سخت بود گفت اونم برات در میارم سو من یه موندم گفتم باش و همین دست به دست هم داد این مغازه چون خب به خاطر دورم بود هر ما داشت ضرر میداد و وقتی من اومدم و این ایده شروع, شد شروع شد شروع, شروع شد این مغازه به سوده رسید و اون کسی که اونجا بود دیگه تمام کار رو داد دست من و گفت تو بعد این از این اینجا رو بچرخونی و همون باعث شد که خب این اتفاق افتاد و بعد من مارینا دیدم اونجا رو گرفتیم روز افتتاحیه مارینا یعنی یک سال از این که من کار میکردم 700 نفر آدم 700 نفر خیلیه. <laughs> و اینایی که دارم میگم همه بچه های دوبه میدونم و بعضی یک سالم یکی اومد درخواست فرانچایز کرد از من که اسم منو بگیره اسم رستوران البته که اون کار رو ادامه بده کلا یه سری اتفاقا افتاد و و من تو اوجی که یه فکر کن یه بچه رو بزرگ کردم یهو این کار رو از دست دادم و همون موقعی بود که داشتم با همسرم خواستیم ازدواج کنیم و من دیگه هیچ پولی برام نمونده بود دوباره صفر توی دوبه خیلی سخت بود خونه رو بر اساس کارام گرفته بودم تو جی بی آر یه خونه خوب و همه چیز یهو خراب شد ولی اون نبود که منو به اونجا رسید من بودم که اون کار رو انجام بدم و وقتی دوباره برگشتم به خودم تو همون یه روزی که بالاخره ما آدمیم این اتفاق میفته رومون تاثیر میذاره مخصوصا کسی چیزی که بزرگش کرده باشی وقتی برگشتم دیدم اعتباری که از خودم به جا گذاشتم اون برای من همه کار کرد و خیلی جواب به این پیشنهاد دادن که بیا اینجا بیا اینجا و دوباره شروع شد دوباره یه مرحله دیگه کم کم رفتم جوعت به خرج یه بار گرفتم زدم یه بار کوچیک زدم یه بار ایرانی که یه تک شد توی اینجا هنوزم همه یادشونه یه بار کچی که طرف توی هتل به من قیمتش رو به قول آمیانه انداخت 900 هزار درهم سالیانه برای یه بار 35 متری و, و که خب اینم میاد و میره دیگه پولو گرفتیم ولی خودشون میادن در باز میکردن تحجم میکردن چرا انقدر اینجا شلوغه؟ اینا همه به خاطر اون جنبه بود که من به مشتری نگاه کردم و به جای اینکه فقط بهشون چیزی رو بفروشم تونستم باهاشون ارتباط برقرار کنم بسیاری از اونها هنوز دوستای صمیمی هستیم و یه مسئله بود بابام میگفت که بعضی موقع صد دارم تو جیبه چقدر نباشه ولی صد تا دوست داشته باشی از همه چی بهتره و همون شد تو کار بعدی ساپورتم کردم و من رفتم بالاتر بعد دوباره اینجا رفتم روسیه و اونجا یه کار دیگه ای شروع کردم که هتل بود با اینکه هیچ چیزی نمیدونستم سعی کردم مطال چی هست چی نیست چطوریه دوباره همون چیزی که دوست داشتم مشتری چی دوست داره وقتی مهمون میاد توی اونجا چطوریه میتونی یه هتل یه جای بی ستاره رو سرویس حداقل سه ست ستاره بدی و این کار کردم و اونم دوباره جواب داد و اینجاست که شانس میاد شانس همینطوری نمیاد تو وقتی تلاش میکنی شانس هم همراهش میاد 2018 که مسابقات جام جهانی فوتبال بود خب روسیه شلوغ شد و من شهری که بودم یا عالم توریست اومد و ناخداغا قیمت من اینجا یه چیزی رو اضافه کنم این کلامت وسط طرف بعدش بریم این ماجرا <applause> یه چیزی ببین سه بار ورشکست شدی البته قبل از اینکه به ورشکستگی بخوایم برسیم اینو نکته اینجا در راستای بازم حرفای خودت من اضافه بکنم که وجه تمایز شما با اون همکارانی که داشتی تو دو دورانی که کارگر بودی تا دورانی که ثروتمند شدی وجه تمایزی که من میبینم در شما اینه که 99 درصد از آدما عاشق اینن که عاشق یه چیزی باشن یعنی اون دوست داشتنه رو دوست دارن مثال بهت میگم طرف بیاد میگه من عاشق اینم که یک تجارت را بندازم و طرف عاشق اینه که عاشق تجارت را انداختن باشه یعنی طرف بیاد میگه من عاشق موتور سواری ام ولی تاره موتور نخریده و پولش هم داره ماشین داره ولی تا حالا موتور نخریده طرف اینکه این حس رو در خودش داشته باشه رو دوست داره خیلی ها کارگرن کارمندن و میخوان که رشد مالی بیشتری داشته باشن میخوان استارتاپ بزنن تجارت کنن ولی 99 درصد مواقع اینا فقط دوست داشتن یک تجارت رو دوست دارن نه خود تجارت رو به خاطر اینکه هیچ اقدامی برای این کار نمیکنن اکثرا هم منتظرن بعض مالیشون خوب بشه بعد اقدام کنن ولی واقعیت اینه که من خیلی از تجارت ها رو دیدم که از صفر شروع شده و شده تجارت خیلی یعنی بزرگای بازار هست بگیر تا <applause> کسی که ما اصلا نمیشناسیم گمنامان و فقط از محصولاتشون داریم استفاده میکنیم این یه نکته اینو از من داشته باشید بینندهای عزیز <تصفيق> <تصفيق> که اگر یه چیزی رو دوست داری عواصت باشه که تو تله دوست داشتنی یه چیزی گیر نکنی و اقدام کنی و نترسی از اقدام کردن چون خیلی با اقدام کردن رسیدن و با فکر کردن شما هرگز نمیرسی هرگز نمیرسی نکته دوم دو بار ورشکسته شدی و هر سه بار من چیز جالبه بگم وقتی یه نفر تو مدیای من میاد به من میگه من ورشکسته شدم من فلان شدم چیزی که اون طرف داره میگه اینه که من بدبخ شدم بیچاره شدم زمین خوردم کمک کن یا کمک میخوام یا راهکار چیه چیزی که من میشنوم ولی از طرف مقابل اینه سلام من یه تجارت داشتم این تجارت رو بردم بالا بعد آوردم پایین و تجربه ساخت و خراب کردن یک تجارت رو دارم و این خیلی ارزشمنده این باز چیزیه که 99 درصد از مردم ندارن ولی دیدگاه طرف به خودش باعث میشه که طرف پایین بمونه یعنی فی الواقع آدما ورشکسته نمیشن تصمیم میگیرن که ورشکسته بمونن کسی که یک تجارت رو ساخته و زمین خورده از 99 درصد جمعیت کل دنیا جلوتره توی ساخت یک تجارت چون خیلی سری میتونه همون مسیر رو به نظر من برگرده و من اینو خودم بارها تجربه کردم تو زندگی دقیقاً چون بازی رو جام. یاد گرفتی دقیقا. 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 یه چیز خوب اشاره کردی گفتی که عاشق اینن که به اون بیزینس برسن دوست دارن که اونو انجام بدن دوستای عزیز خیلی خوبه که آدم یه چیزی رو دوست داشته باشه ولی خودمونم میدونیم ما اگه چیزی رو واقعا دوست داشته باشیم از خیلی چیزا میگذریم این معنی دوست داشتنه تو بدونی که اگر یه کاری میخوای بکنی دوست داشتن تنها کافی نیست مطمئنا اگه چیزی رو دوست داشته باشی براش تلاش نمیکنی چرا براش نمیری ببینی چه کارهایی میتونی بکنی چه ایده هایی میتونی بدی چه راه کارهایی میتونی پیدا کنی اون رو دوست ندارن دوست داشتن اون رو دوست دارن هیچ تجارتی به سرمایه اولیه نیاز نداره و خیلی از هیچی شروع کردن میشه اسپانسر گرفت میشه حامی داشت میشه شریک شد میشه همه این کارا شدنیه اگر اون فرد به من یه بیزینسمنم شما یه بیزینسمنی اگر پتانسیل رو تو کارمندت ببینی ترجیح نمیدی یه بیزینس بدی به اون از بغل اونم یه سود داشته باشی خودت هم هیچ کاری نکنی یعنی همه بیزینسمنه و سرمایه‌دارا عاشق یه همچین چیزی هن. همشون دنبال هم چه فرصتایی می‌گردن من یکی رو پیدا کنم کننده کار باشه من پول بدم بشینم کنار اون بیزینس رو ران کنه ایدئال, ایدئال ترین حالت ممکن است منتها ما این آدم‌ها رو پیدا نمی‌کنیم چون آدمایی که انقدر جدی باشن توی تجارت که واقعا ایده تجاری رو داشته باشن و اون ایده رو تو ذهنشون حداقل تبدیل به بیزینس پلان کرده باشن و به یک لیستی از سوالات که خودتم منشن کردی پاسخ داده باشن که من چرا باید این محصول رو بفروشم چطور بفروشم به کی بفروشم چرا باید از من بخرن رقیبان کیان قیمت گذاریم چگونه باشه اکثرا فقط میگم من یه ایده دارم به سری مثلا شمدونی اینا رو میخوام ببرم دوباره بفروشم خب به کی بفروشی چند بفروشی قیمت تمام شدهش چیه چطور صادر کنی چطور وارد کنی کجا بفروشی ببین پاسخ به این سوالات رو ندارن ولی اگر آدمی باشه که واقعا این کانسپت فکری رو داشته باشه تو اطرافیانش به راحتی میتونه سرمایه جور کنه یعنی وقتی دید تجاری داری با یه بیزینسمن صحبت کنی به راحتی اونم متوجه میشه شما دید تجاری داری و خیلی راحت میتونی جذب سرمایه بکنی منم کاملا موافقم که با صفر میشه شروع کرد فقط جربوزه رو باید تو خودت داشته باشی و آدما جربوزه رو در تو تشخیص میدن مخصوصا اونایی که خودشون آلردی تجارت دارن یعنی تو تو کارمندات رو به راحتی میتونی جربوزه رو تشخیص بدی من همچنین توی ژانر خودم شما تو ژانر خودت چی شد که از این سه تا ورشکستگی نجات پیدا کردی و راهکارت چی بوده برای این کار یکی از چیزهای جالبی که آدم عزیز ما میتونیم از گذشته درس بگیریم اینه که حتما داستان ادیسون شنیدیم که چندین حالا عددش نمیخوام میگم 9900 هم میگم ولی خب کلا چندین بار تو این را چیزهای مختلف رو امتحان کرد و وقتی که بشکن تو واقعا از اینا خسته نشدی گفت هر کدوم پله بودن برای قدم بعدی که من متوجه بشم چه چیزهایی رو توی اون تجربه گذشته و این کاری که انجام دادم رعایت نکردم و همینم برای من اتفاق افتاد وقتی که سخته وقتی یهو تمام چیزا کوه دیو میریزه میگی خب چه چیزا پای من اشتباه گذاشتم یا چه چیزایی من انجام ندادم که این اتفاق افتاد من که این کار کردم من که اون کار کردم مهم اینه که شما زانی غم به بغل نگیری بری یه جا بشینی وای اینطوری شد تموم شد من همه چی از دست دادم چون وقتی این کار میکنی تو به خود ذهنت که میتونه برای تو چیزهای بزرگتری دستور میدی که تو این حالت بمون من دیگه نمیدونم چون دیگه الان پولک من همه چی ما دست دادم تو وابسته به اون بودی؟ این مهمه که بعد چی تو رو تعریف میکنه مشخص میکنه که به کجا میرسی من اینو کاملا قبول دارم یعنی وقتی که فکر میکنی من اینو تو خیلی از آدم میبینم که اجازه میدن پول اونها رو تعریف کنه طرف وضع مالیش خوب نیست و منتظره که پولدار بشه که یه سری رفتارها رو از خودش بروز بده یعنی رسما داره اجازه میده که پول تعریفش کنه آدمایی هستن که ثروتمند بودن بعد ورشکسته شدن و احساس میکنن همه چیزشون رو از دست دادن یعنی این آدم اصلا از اول ثروتمند نبوده صرفا در مدت زمان کوتاهی پولدار شده چون لیاقتش هم نداشته ما رو از دست داده چون آدما وقتی که به اون لول میرسن که متوجه میشن پول ما رو تعریف نمیکنه این منم که دارم پول رو تعریف میکنم پس من هر چقدر پول دارتر باشم فرقی نمیکنه هر چقدر بی پولتر هم بشم باز فرقی نمیکنه چون این منم که پول رو در میارم کسبش میکنم و منبع همه پولایی که در وردم هم تو همین لحظه من بودم و حتی اگر از دستشم بدم من, من که سر من که جایی نرفتم و بی پولی نباید منو تغییر بده به اون اندازه که پولدار شدن نباید منو تغییر بده من اینو کاملا قبول دارم و این همین رو تو زندگی من به نظرم تجربه کردم آقا یه سوال کوتاه مختصر مفیدم ازت داریم دقایق پایامینی اونم 9 دقیقه 10 <applause> دقیقه, دقیقه وقت داریم چقدر به قانون جذب اهمیت میدی و چقدر فکر میکنی تو این مسیر قانون جذب تفکر مثبت اینا تاثیر گذاشته رود که البته خودت هم باز اشاره کردی که آقا وقتی ورشکسته میشی زانوی غم بغل نکن جایزه نمیدن پاشو تلاش کن پاشو بجنگ پاشو دوباره بساز زندگی امینه کارش نمیشه کرد آدم جان خیلی مهمه چون ویدیوهای شما بازدید زیادی داره کسایی که دارن این ویدیو رو نگاه میکنن وقت ارزشمندتون رو گذاشتید باید بدونیم که وقتی اینجا چیزی گفته میشه دلیل بر درست یا غلط بودنش نیست اون چیزی که تو درک میکنی از اون موضوع خیلی مهمه بنابراین نمیشه چیزی رو صرفا رد کرد یا چیزی رو صرفا قبول کرد قانون جذب تو بعضی از موارد عمل میکنه تو بعضی از موارد نه کدوم موارد عمل میکنه اون چیزی که مربوط به خودت و درونت مثلا شما دوست داری که آرامش داشته باشی چیزی از به دنیای بیرون ربط داشته باشه درون خودت برای آرامش چیکار میتونی بکنی خب خیلی راه است مدیتیشن یکی از اون هاست تا راستی پیج شهروز عزیز داشته باشید good for life <laughs> good هم مود فور لایف گود مود فور لایف فوق اینستاگرامش نیست من تگ می کنم تو کپشن هم از ببینید حتما و مدیتیشن های باحالی میذاره صحبتش هم خیلی خوبه بنابراین اون چیزی که به تو مربوط میشه تو درون خودت تو میتونی اونو به دست بیاری چطوری ذهن شلوغی داری یه اتفاق مثل من اون لحظه همه چی از دست دادم اون کنترل من نبود بود یا نبود فرق نمیکنه ولی وقتی من اونو دارم در درون خودم تجربه میکنم کنترلش دست منه بنابراین میتونم با کارهایی که انجام میدم در قبال اینکه به خودم دوباره اون آرامش فکری رو برگردونم تا بتونم قدرت از دست رفته رو دوباره بازیابی کنم اونجا میتونه جواب بده چون تو وقتی به چیزی فکر میکنی و درون خودت اونو میکاوی مطمئنا به سمتت میاد چون همه چیز تحت اختیار کارخونه است میسازه برات بس بذار سوالم اینجوری بپرسم قانون جذب چقدر به پول ربط داره چقدر هم. تو مسیر پول چقدر درآوردی با قانون جذب پول آیا چیزیه که تو درون من وجود داره آیا چیزیه که میتونیم اونو تو دنیای کائنات و یا از دیدین که خیلی دارن صحبت میکنن از کائنات کمک میگیرن که آرزوهاشون برآورده بشه چیزی فراتر از خودشون دارن میرن ولی اون چیزی نیست که اونجا وجود داشته باشه شما دنبال چیزی میگردید که میخوای جذب کنی که اصلا اونجا به کار نمیر پول چیزیه که ما تو کائنات پول به کار نمیاد آقا یکی اینو بیاد به خدا بپذیرید پول تو کائنات به کار نمیاد پول به کائنات رفتی نداره به خدا خوبه که دوست داری ملت با جم... پول کائنات هم بخرن بعد از خود کائنات هم پول میخوان نشده آقا نمیشه و اون تو ایران اونجا اینجا جواب میده رو زمین جواب میده اونجا جواب نمیده و قانون جذب که خب من لا زیاد نمیدونم تو ایران شما باز بهتر میدونی که چه چیزهایی داره در موردش گفته خرافات در <تصفح> یک کلمه خرافات اشتباه داره تدریس میشه من نمیگم قانون جذب وجود نداره همون جمله خودته اشتباه داره تدریس میشه در مسیر اشتباهی برای راهکار اشتباهی و کلا نتیجه اشتباهی در نتیجه این نتیجه هرگز حاصل نمیشه تو میخوای پول رو یاد بگیری آقا شهروز ایده تجاری داشت جنمش رو داشت رو کرد سه بار زمین خورد و هر سه باری که بلند شد میگه آقا من رستوران زدم کار متفاوت ارائه دادم متمایز ارائه دادم این ربط به قانون جذب نداره این فکر تجاریه بار زد بار اومد باز همون کارو کرد متفاوت عمل کرد متمایز عمل کرد ارتباط ساخت کانکشن ساخت میگه آقا من بار اول که ورشکسته شدم بار دوم که از ورشکستگیم داشتم بلند میشدم، اون ارتباطاتی که ساخته بودم تو تجارت قبلیم بهم خیلی کمک کرد این باز ربطی توی قانون جذب نداره اصلا کاملا دیدگاه تجاریه و هر کسی هم میتونه داشته باشتش با هر حالت حال و روحیه ای اصلا ربطی نداره یعنی دنیای بیرونی و فیزیکال و مادیاتی هیچ ارتباطی به معنویات ندارد اینا باید واقعا جدا باشه از هم ما معنوی ثروتمند نداریم برو پولدار میتونه معنوی هم نباشه بلکس میتونه ثروتمند باشه و معنوی باشه میتونه فقیر باشه و معنوی باشه یا فقیر باشه یا آتئیست باشه کلا پول یه داستانه قانون جذب یه داستانه من فکر می‌کنم قانون جذب آدم ها رو می‌کنه یه مثال... این تعریفش آره اینی که تو ایران دارن درس میدن آره قبلا یادتونه جی و اینا نه آره رو گرفتیم آدرس رو گرفتی میرفتی این تلفن اون نمیتونیم بریم چون به زن این پیام دادیم که اگه بخوایم راحت میزنیم چرا بخوام فکرم استفاده باورت میشه من مثلا میرم دبی مال میخوام برگردم خونه باتری گوشیم تموم میشه مجبور میشم شم بزنم بغل من از این ماشینم از این چیزا داره که وایرلسه بعد دیرم شارژ میشه لامصب باز با کابل سری شارژ میشه و میذارم اونجا ماشینم روشن میذارم تا باتری بشه دو درصد بتونم برم خونه خونم رو نمیتونم برم بدون جی پی اگر خیلی دور بشم بنابراین اگر این قانون جز فقط باعث بشه که شما تفکری داشته باشید و هدفی رو برای خودتون تعیین و بگین من هر روز بهش فکر میکنم من از کائنات میخوام که این اتفاق برام بیفته من سپاسگزاری میکنم از اینکه از الان اونو دارم خب مطمئنا هیچ اتفاقی نمیفته خیلی راحت الان لیوان آب اینجاست من میشنم میگم من فکر میکنم الان لیوان میاد بالا میاد توی دستم سپاس گذارم. میکنم که این اتفاق افت هی تمرکز هی تمرکز آیا تا این دست رو نبرم اینجا این اتفاق میفته به واقع برای رفع تشنگیت اصلا نیازی به فکر کردن یعنی من میخوام به این نقطه برسم که این آخه الان باز یه سری میان دفاع میکنن بگم. اگه قانون جذب نبود چیکار میکرد عاشق این از این, این سوال اگه نبود چه کاری میکرد؟ آفری همون کارو بکن من حرفم الان چون یه عده میان دفاع میکنن میگن که نه باید قانون جذب باشه در کنارش عمل هم باشه برسیم به این نقطه که آقا عمل بدون قانون جذب و با قانون جذب کار میکنه من تشنم این لیوانو برمیدارم میخورم تمرکز میکنم حالمو خوب میکنم بعد فلان میکنم بعد آبو میخورم هیچ تفاوتی نداره در هر دو صورتش من تشنگیم رفت میشه به قانون جذب ربطی نداشت عمل بدون قانون جذب و با قانون جذب کار میکنه فیل واقع این عمله که کار میکنه اصلا قانون جذبه در راستای دیگری و اهداف دیگری کار میکنه سوالت خیلی قشنگ بود من واقعا این سوال سوال عمیقیه اگر قانون جذب کلا وجود نداشت چی کار میکردی؟ همون کارو بکن به <تص> نتیجه میده یا نمیده دقیقا من مثال جیبیست واسه همین زمین یعنی اگر نبود ما راهو پیدا میکردیم بالاخره میرفتیم کم میشدیم تا پیدا میکردیم ای راست میگی دقیقه و... چی شد؟ من چون میدونم جی پی اس هست تازرم ماشین رو بغلست دست اتوبان پارک کنم روشن بذارم گوشی بذارم اون تو شارژ بشه بعد 20 دقیقه با وایرلس ماشین طول میکشه گوشی روشن شه مثلا آیفون خاموش میشه دیگه با شارژر هم روشن نمیشه چه <تص> برسه با وایرلس ماشین که حالا کندم است روشن شه بعد مثلا بزنم با جی پی اس برم در حالی که اون 20 دقیقه میتونستم برم خودم رو گم کنم تا پیدا کنم ولی حاضرم به خاطر اینکه ذهنم رو تنبل کردم واستم بعد برم و این نکته قشنگه که چقدر قانون جذب ما رو تنبل میکنه بنابراین اگر چیزی توی ذهنت اومد و دوست داری انجامش بدی همطوری که آدم عزیز گفت اگر تو بخوای همه چیز برای تو کار میکنه حتی اون قانون جذب که ما به درست و غلط بودنش کاری نداریم چطوری بیان میکننم کاری نداریم اون تویی که باید متوجه بشی چه چیزی برات کار میکنه اگر تا الان برات کار کرده میتونی مثال بیاری واقعی باشه خب اونایی که میان این کار رو انجام میدن حالا به یک نوعی پکیجی درست میکنن در مورد این میدن اون برای اونها خیلی خوب کار میکنه درست فروش قانون جذب کار میکنه قطعا بنابراین اگر تو هم میخوای چنج سی برو تحقیق کن برو در مورد قانون جز بخون کتاب بخون یه عالمه هست شش. همه راحت میتونی این کارو بکنی و در ولی به چه قیمتی قیمتی آقا مرسی ممنونم ازت من <تصفح> عزیزانی که دارن ویدیو رو میبینن هر سوالی دارید بپرسید توی قسمت دو دوم مصاحبه با شهروز به سوالات شما پاسخ میدیم و واقعا ممنونم که دعوت ما باعث پذی رو پذیرفتی خیلی خوشحالم اینجا بودم امیدوارم که کمک کنه این یعنی میکنه. چیزی باشه که متوجه بشن خودشون در از همه چیزها دست خودشون بنابراین اگر شما بخواید راهش رو پیدا میکنید خیلی خوبم پیدا میکنید خب همون من میخوام تو قسمت بعدی میپرزیم که چطور این خودشون رو از تو خودشون جبیبا. بکشن این منه برتره رو چجوری از این تو در بیارن جبیبا. که جبیبا. تو قسمت بعدی حتما بهش میفردازیم بچه هر سوالی دارید تو کامنت ها بپرسید یادتون نره سابسکرایب کنید لایک کنید و حتما پیج شهروز عزیزم داشته باشید <تصفح> کانال میگم پیج من قد بودم <تصفح> کانال یوتیوب شهروز عزیزم داشته باشید مدیتیتور فوق العاده یه ژانر اون فرق داره من یه جور دیگه مدیتیشن میکنم شهروز یه جور دیگه ولی باحاله حتما برید ببینید من خودم از فناشم. بدرود و خدا نگهدار I don't know